کارگاه سارکرده شهربانی هم که با شما صحبت میکنم. البته حالا دیگه باید بازنشسته شده باشم، اما اگه چشمم نزنید باید عرض کنم از جوانان بهتر میتونم کار کنم. داستانی رو که ملاحظه خواهید فرمود حقیقتیست که از اول تا آخر شاهد اون بودم. این قطار عاصم جنوبه و منم به ظاهر مسافر اونم، ولی در حقیقت ماموریتم اینه که مسافرین رو بشناسم و اونا رو تحت نظر بگیرم. اما خدا میدونه در پس این قیافه های حق به جانب و ساده چه خبره. تاجر، کاشب، کارگر، ورزشکار، محصل، کارمند، بابا بزرگ، ژیگولو، دخترای ترشیده مرشیده، توپل مپل و بالاخره لیلی و مجنون قرن بیستم. خلاصه از هر قماشی که بخواد اینجا دیده میشه، ولی شناختنشون کار مشکلیه. اجازه بدید خودم معرفیشون کنم. اول از 18 سالگان نیم وجبی شروع میکنیم. هنوز دهنشون بوشیر میده اما بیشتر از چه. این آقام گرفتاری اخلاقی داره. ببخشید مجرم شدم. لابد میفرمایید جیگولوه، ولی باید عرض کنم نه، مدتی از جیگولی استعفا داده و مثل بچه آدم با این دختر عروسی کرده. فعلنم غرق در مرحسنه. این کوپر در بس گرفته و خیال داره فردا مجددا با همین قطار به تهران برگرده، چون عقیده داره ماه عسل تو قطار همراه با مناظر زیبا خیلی لذت بخشه. نگاه کنید چجوری چهار چشمی موازی بشه. حالا این دو موجود رو تماشا کنید، مثل دو تا هفتی میمونن. از خطرناکترین قاچاقچیان و تبهکاران هست حاضرن. هرچند یک بار به یکی از شهرهای جنوبی میرن، گردای کشنده رو که به وسیله لابراتوارهای مخصوصی درست شده هر دفعه به نیرنگی با این چمجون برای ارباب خودشون به تهران حمل میکنن. اما این دفعه من مثل شیر مواجه میشم. آهان، داریم به دهکده قشنگی میرسیم. قطار هر روز چند دقیقه اینجا توقف میکنه. بعد نیست تا فردا که این دوتا قاچاقچی با چمجون پر برمیگردن شماها از این ده دیدنی بکنید. آخه اصل داستان ما از همینجا شروع میشه. آه، مثل این که صدای ساز آواز میاد. لابد جشن خرمن و دهاتی ها دارن با خوندن و رقصیدن خستگی خودشون از بین میبرن. فعلا خداحافظ تا فردا. کدوم از دخترها رو جراده میکردم موفق میشون. بله قربان، درست یادم. اما حالا دیگه نه. حتی این دختره دلش نمیخواد یه دفعه به صورت من نگاه کنه. ببخشید قربان، کدومشونو میفرمایید؟ لیلا زن سفر علی رو میگم. اینقدر غرور داره که حتی زورش میاد بهم سلام کنه. میبینیش؟ بله دیدمش.
پس چرا تا حالا به من نگفته بودین که ادبش کنم؟ دیگه نمیشه داد یارا ادب کرد. زمان خیلی فرق کرده. اصلا ارباب اینا لایق شما نیستن. خدا رو شکر همه جور نعمت همیشه برای شما بوده و هست. این آشقالا به درد شما نمیخورن. حاضرم نصفی از ثروتم به این آشغال بدم که فقط به هم نگاه کنه. خاک بر سرش کنن. نمیفهمه که تو که میفهمی چرا یه فکری نمی کنی. این تشک کنون روبرش میکنه. قربونو برو. منو میخوام. مثل دو تا گربه نهرمانده دنبال هم میدوند. داداش سفر مگه این خواهرت نی؟ خواهر خودم هست. آخه خوب نیست هنوز عروسی نکرده این کارا رو بکنن. چه عیبی داره؟ پسر عموشه عقد و شبیه کرده. چشو به هم بذاره آوا از آسیاب ریخته. فقط مواظب باش جفتشون لاعلفا گم نشن. بلند شو بره به کارو برسید. این هم غیرتی نباش. فهمیدی داداش؟ برو بریم. دیدی چکار کردی؟ از حول حلیم من انداختی تو دیگ. آی رمزون نر خر خجالت بچش. این دو سر دیگه که به عروستو مونده دندون سر جگر بگذار. تقصیر تو که عروسی اینا رو زود رانم دادی. تو که خونه لگا هفت پشت اونده رو باید تا عقدش رو انداختو. حالا تا نرم تهرون و بقیه خرت و خورت و جاز این زلیل شدن نفرو از عروسی خبری نیست. بسرم من که از طریقه جهاز نمیخوام. جهاز نمیخوای؟ بگو تو بمیری. تو بمیری. خودت بمیری. تو برای که خراب از پول بگذره یه حرفا رو میزنی. داده سفر علی مو که جهاز نخواست. گم شد تو دیگه. مردشون ریخته تو برا. چه سال زمونه شده. از لیلا زن من یاد بگی. قربونش برو. ده دالاش بخوره سر آقا موبا. شیر. خسته نباشی سفر علی. حالت چطوره؟ الحمدلله بد نیست. بفهم پایین. فهم هر با بادگاه داره. ارباب با من کار داره؟ آره، فکر میکنم یه خواب خوبی برات دیده. برای من خواب دیده؟ حتما سردروش تنگیم بوده. نه سفر علی، جمعونم میخواد سیبیلات چرب کنه. یا نمی مالا، دست داره من. چطوری بخواد چرب کنه؟ رب برگرد یه باش رفتم بگیرم. مخلصم قربان. حالا خوب دادی؟ ای، بچا چه؟ ارباب سلام علیکم. سلام سفر علی، حالت چطوره؟ سلامت باشین ارباب. خدا خوب سفر علی. اینطور که شنیدم تو صاف که چه عرض کنم، از این آقا باشه هم زمخترم، اما درستکاری تو زندگی ما دهاتی ها پیدا میشه ارباب. میدونی سفر علی، من و این آقا مباشر هر دومون پیر شدیم. راستش اینه که دیگه از من ایشون کاری ساخته نیست. ما احتیاج به یه نیروی تازه نفس داریم. ارباب مگه خدای نکرده جنگ شده؟ نه سفر علی، جنگ نشده. من خیال دارم برای همیشه تو ده بمونم و استراحت کنم. دیگه خسته شدم از بس این سر و اون سر دنیا پرسه زدم. آخه خلاصه تصمیم گرفتم این مباشر بیارتر عوض کنم و تو مباشرم شی. ارباب من حرف ندارم، اما آخه این آقا مباشرم گناه داره. قافلید از ملک و املاک شما سالی چقدر دزدی میکنه حساب نداره. میدونین از ما رعیت ها بابت حق قول نمیدونم چی چقدر پول میگیره؟ والا نمیتونم بگم. جلو میگه قربان. اون وقت خدا رو خوش نمیاد نونش آجر بکنه. هر کدوم از ما شخص خونوار که توی ده هستیم ماهی یه مرغ چاق و چله باید بدیم به آقا مباشر. بیچاره هر شب تا دو تا مرغ کباب نکنه و با زن و بچهش نخوره اصلا خوابش نمیبره. اون وقت سزاوار این مرد خدا نشناس مال مردم خور و بدبختش کنی؟ والا دلم به حالش میسوزه. بذارید مشغول مفخوریش باشه. دلت به حال خودت بسوزه. از امروز تو مباشر من. اینم باید بدونی که نونت تو روغن. دست شما درد نکنه ارباب.
اما اگه راستش بخواید این شغل به درد من نمیخوره. چرا؟ من نون روغندار از گلوم پایین نمیره. یه تک نون خشک و خالی که با زن و بچه‌م بخورم و یه آبم روش، خستگیم برطرف میشه و شکر خدا رو به جا میارم. گردنم هم راست میگیرم. شغل مباشری به درد همین گردن کلوف میخوره که رگ نداشته باشه و تو کمرش هم فنر کار گذاشته باشن. اینجوری. سفر علی، بایسته بینو، سفر علی، ارباب با چی کار داشت؟ هیچی، میخواست نون روغندار بهم بده بخورم. نون روغندار؟ نمیفهمم. خودم نمیفهمم. ارباب بخواه منو مباشر خودش بکنه. اوه، چه خوب. پس علیاشه. آره تو بمیری. میخواستی قبول کنی داداش. همه تون بچه ای، نمیفهمی. یک علکی تو این کار میبینم. لیلا زود بریم بخچه منو ببن را بیفتم برای تهرون. اول خیال دو تا گربه نر و ماده رو راحت بکن. نخم خاک بر سر. مردشون ریخته تو ببرم. اگه اربابم سراغم گرفت بگو رفت زیارت، یکی دو ماه دیگه هم بر نمیگرده. یالا بریم تو هتل دودی از ده رد نشده سوارش بشم و گورم رو گم کنم. پیاده میشین؟ تهران. هفته یک بار از خرمشهر میام تهران رو بر میگردم. البته بیشتر درجه لوک سوار میشم، برای اینکه دلم میخواد راحت بگیرم بخوابم. رئیس قطار قول داده چند تا ایستگاه دیگه که یه نفر پیاده میشه تفاوت قیمتشو بدم و برم لوک. به به، اون طرف چه منظره جالبی داره. شما دوست دارید تماشا کنید؟ بله، خیلی قشنگه. اما حیف که دوربینم و همراهم نیوردم. اینجاها رو آدم باید با دوربین تماشا کنه تا از زیباییاش بیشتر بگذاره. بله همینطوره. دلم میخواست مثل شماها جوان بودم و از صبح تا شب رو پام با میستادم و این مناظر رو تماشا میکردم. اما افسوس که دیگه پیر شدم و زانوام قوت نداره. خسته شدم. بفرمایید بنشین. آه اون طرف رو نگاه کنید، خیلی قشنگه. بله قشنگه، ولی من حال تماشاشو ندارم. خواهش میکنم بفرمایید بنشینیم. خیلی آقایون، من میرم رستوران غذا بخورم، شما تشریف نمیارید؟ هنوز گشنمون نشده، شما بفرمایید. با اجازه آقایون. برو مواظب باشید. یالا مشغول شو. بذار چمدون رو سر جاش، این پیریه برگشت. چند قدم که رفتم فکر کردم هنوز گرسنه‌ام نشده. یه ساعت دیگه صبر میکنم اون وقت هر سه با هم بیریم غذا میخوریم. فکر میکنم شما هم موافق باشید. باشه. با اجازتون من میرم تا توالت رو برمیگردم. خواهش میکنم. یالا کارشو بکن. کجا میری؟ من میرم تهرون، تو کجا میری؟ من میرم اصفهان، آخه اونجا قهوه خونه دارم. اگه گزارت به اصفهان افتاد یه سری به من بزن. خیابون شاپور، گاراژ متحده، حسین قهوچی. خدا قسمتو بکنه. انشالله خیابون شاپور، حسین متحده، گاراژ قهوچی. نده. چیز گاراژ متحده، حسین قهوچی. فهمیدم. خدافظ. خدافظ. من کوچه بالایی هستم. وقت کردی یه سری به من. خدافظ. خدافظ. ببخشید. حساب کردی ببخشی همشه
بد اخلاقی. مرض داری. برو برو داخل مرغا بشین دیگه هم پایی نیا. خود عصبانی میشین. اتفاق دیگه. شنیدم شما مرغ فروشی دارید. بله آقا. این یک کله مرغ خروس داره. خواهش میکنم همشو بخرین و جون منو راحت کنید. مگه مرغ خروس‌ها شما رو اذیت کردن؟ کاش اذیت میکردن. بی صاحب شده ها تمام چشم و چانمو کور کردن. خب دیگه توهین نکنین آقا. با تربیت باشین. این بیچاره لابد هستیش همین چند تا مرغ خروسه. آورده ببره بفروشه شکمشو سیر کنه. حق بیاورده بابای چیز فهمه دو. ببین فرق آدم تا آدم چقدره ها. اصلا میدونی چیه عمو جون؟ بلند شو بیا تو کوپه خود من. ما دو نفر بیشتر نیستی. اینجا شلوغه، ناراحتت میکنن. بغچتو بردار بیار مهمون خود ما باش. خدا عمر و عزت رو زیاد کنه. ببین فرق آدم تا آدم چقدره ها. بلند شو بده من بغچتو. آخه زحمت چه زحمتی بدش من. آخ خدا ببین فرق آدم تا آدم چقدره. یکی مثل آقا نازنین و مهربون، یکی هم مثل این بزنم. لا 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 ببخشید. ببخشید که مرغ خوسا رو اذیت کردم. خیلی ببخشید. شما ببخشید. خداحافظ شما. ای خدا رو شکر راحت شد. نارندم شد. یه بار بیرون دیگه بیشارم کردی. محمود واسط مهمون آوردن. بیچاره رو خیلی اذیت. سلام علیکم. سلام. بفرمایید بشینید. بفرمایید. ببخشید. وقتشو بگیر بترون بالا. دست شما در نفرد. خدا عمرت. مرغ و خروسارم میذاریم این زیر. آها خوب شد. اگه دیر رسیده بودم تمام این زبون بسته ها رو از قطار ریخته بودم پایین. بفرمایید میل کنید. بفرمایید. دست شما درد نکنه. دست شما هم درد نکنه. درد دالاتون بخوره تو سر همسایه اونوری. خب تهرون واسه چی میری؟ عروسی خواهرامه. میرم براش یه خورده خرت و خوب بخرم. مبارکه انشالله. وضع زندگی چطوره؟ خرده مالک یا رعیت؟ یا بابا عمده مالکم. دو متر و نیم زمین دارو. چی؟ انشالله با این سر و صدایی که راه افتاده وضع دهخانا بهتر میشه. انشالله. این حیوانا رو برای چی آورده؟ اینا رو میخواد ببره تهرون که بفروشه. خودمون به قیمت تهرون ازش میخریم. دونه ای 10 تومن خوبه؟ نه. مرغاش درشتن. ببین 15 تومن هم میخرن. باشه چند تا؟ 5 تا. 5 تاش میشه 75 تومن. بگیر این 100 تومن. بگیر جناب. باقیش مال خوده. حلالت باشه. آی خدا شما چقدر آقایید. قربون وجود بزرگ جوارتون برو. درد و بلاتون قول ما اگه گاو چاق و چلی بفرما. یکشونه خروسه فرار کرد. علم از شغال میگیرموش. قصدشو نخور. بیا 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 رو یال دست به کاشو. بیا بیا قربونه. بیا بیا چمدونو بیار. عجله کن. بیا عزیزم برمانو جلوی شهریه نبر. بیا بشم. بگیر.
رفته. کجا میری تو؟ ساک شده تو بالا اونای مردم میریم چی کار؟ نام بذار دیگه بار 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 چه کارهای بابا میکنم؟ دلیل شده ببین چه مصیبتی برام درست کردی. اگه میدونستم اینقدر بدجنسی میذاشتم همونجا تو دیه باشی. برو چه به اوتول دودی و هواخوری و اینجور جاها. آخ بسته رو بکنم یه بری برو تو عزیزم. واقعا قضاش خوبه. تو فقط میدونی چیه که داره ما رسالمون تموم نهیدم خروس و فراغ کرد اومدم بگیرموش به همین سردگی ها؟ تو بمیری ببین از خجالتم چه عرقی کردم. معلومه پوشان کیه؟ نمیدونم یک گردن کلوف اومده این بالا خوابیده. زود داشت بیا پایین احمد. اسمم احمد نیست سفرعلی. یالا بیا پایین. چشم به خدا من هیچی نهیدم همچیده هیچی نهیدو خروس و چیز ندی. بیا پایین زود داشت. خب ببخشید خلاف شما. کجا میخوای بری دوزه بعد جنس؟ به همین سادگی من باید تو رو تحویل پلیس بدم. به خدا من دوز نیستم. من سفرعلیم اومدم برم تهرون برای عروسی خواهرم خورت بخرم. آره تو بمیری جون تو. این خروس بی حیا فرار کرد اومد تو حیات شما. پره روم پشته بود رفتم گرفتمش اومدم بیام پایین شما اومدید تو. اون وقت تو جمع باشه دلش کن بره شاید راست میگه. بله راست میگه جاش تو کوپه ما. بیچاره خروسش فرار کرد اومد اینجا بگیرتش. تقصیر خودتونه که در کوپه رو باز میزه. آره هیچ باشه حرف شما رو قبول کردم. اما عمو جان مواظب باش بعد از این دیگه. آره خیلی خوب بعد از این شما مواظب اون بالا باشی. اما من چیزی نیدم. خداحافظ شما. قربون اون کله خلوت رو دروب که میون جونم رسیدی ولی الان تو زندون بودم. یالا برو بالا بخواب سفرعلی. ایوان اینجا چه یقل لیزه. موازه باش جرده هم لیه کردی ببخش. اوه چی کار میکنی سفرعلی؟ ببخشید اون چرا رو خاموش کن. نه جانم نه جانم اون کلید رو بزن. اون نه بابا اون یکی. آره اون سیاهه. بزن پایین باریکیا. Thank you.
وقت شب. این چی لیلا، ترسیدی؟ آخه این وقت شب کس نمیاد در بزنم، فکر کردم حیوانی یا چیزی هست. جز من و ارباب کس دیگه اینجا نیست. سفرعلی که رفته تهرون، پدرش اینجا؟ محرم علی سرشب رفته دنبال آب، هنوز نیومده. ارباب مثل اینجا با محرم علی کار داشتن این وقت شب؟ آره لیلا، باش کار واجبی داشتی. میگم چطور ارباب، شما بفرمایید تو اتاق بشینیم تا محرم علی بیا. اگه مزاحم لیلا خانم نباشم من حرفی ندارم. نه خیر ارباب، این چه حرفی، منزل خودتونه. خواهش کنم بفرمایید، بفرمایید ارباب، خجالتمون ندین. بفرمایید. خیلی خوش آمدی، سبا آوردی. بده من در باشتر ببندم. شنیدم سفرعلی رفته تهرون خیرت برد بخره، عروسی آفیشه. به سلامتی انشاءالله. انشاءالله که سفرعلی بود برمیدن. بفرمایید. ببندم. یو اولو یو اولو خوش ایدان خانومه هر با قد بالا رو بیدی. لیلا روز به روز ماشالله خوشگلتر میشه. لیلا سنی نداره، تازه 23 سالشه، تا 100 سال دیگه هم همینطور خوشگل میمونه. اما من میگم تا 1000 سال دیگه هم همینطور خوشگل. اما چه فایده که خودشو بدبخت کرد. نه سفرعلی زیادم بد نیست. گمان نکنم لیلا بدبخت شده باشه. چرا عربا، اگه لیلا زن شما شده بود تا حالا چند تا باغ و چند تا خونه به اسمش داده بود. شاید هم نصف دیر رو انداخته بودیم پشت قبالش. خوشبختر از حالا نمیشون. چرا الان دیر نشد؟ قسم میخورم هر وقت لیلا طلاقش از سفرعلی بگیره هستی من مال اون میشه. میدونم ارمان، شما خوشبختی لیلا خودش هم میدونه، میدونه که چند سال دوستش داره. لیلا داره بخونه اینه، حتما کاری میکنه که سفرعلی طلاقشو بده. وقتی هم که طلاقشو گرفت میاد زن شما میشه. این آرزو رو به گور میبرین که از سفرعلی طلاقمو بگیرو. اربابی برای خودتی، گردن کلوفتی برای خودتی. سفرعلی 100 تومن انداخته تو قبالو، برای این 100 تومن به تمام دارایی تو میارزد. یه کارت با استخونم رسیده لیلا، دورا بیشتر نداری. یا اینکه قبول میکنی طلاقتو از سفرعلی میگیری زن من میشی، یا اینکه دیگه نمیتونم تحمل بکنم. یا اینکه همین الان گورتو گم میکنی از این خونه میری بیرون، یا اینکه انقدر داد میزنم که همه اهل آبادی جمع بشن. بی خودی سر صدا راننده، هیچ کس خبردار نمیشه. ارباب جون من مزاحم نمیشم، میرم بیرون وامیستم. شما خودت میدونی دیگه. لیلا جون به من رحم کن، دیگه هیچ کس تو زندگی برای من باقی نمونده جز یه ثروت بی حساب. زنم پسر همه منو ترک، تنها امیدم فقط به تو. آخه مگه از سفرعلی چی کم دارم؟ شرف، آبرو. کسی تو این ده هست که تو رو نشناسه؟ کسی هست ندونه چرا زنتو طلاقش دادی؟ کسی هست ندونه چرا پسر کوچیکتو علاخون ملاخون شهر رو کردی و هیچ وقت اون سراغشو نمیدی؟ کسی هست ندونه تا حالا چند تا دختر رو بیچاره و بدبختش کردی؟ ها؟ بسه بسه بلاخون بلاخون Ay, bir şans!
گمشا. حالا فهمیدم که امشب باباشه من و بابامو به زور فرستاد سهرا دنبالا. پس نگو چشم برادرم سفرعلی رو دور دیده، اما من که نمردم. بی خوشم، بی حیا. خون ما ده بیا چرا اینقدر به ناموس ما نگاه میکنید؟ میکشمه حسین علی. برو بمیر. لا اله الا الله، لعنه بر شیطون حرومزاده. معلوم سرشب چی زهرما رو کندم. دیشب خوب خوابیدی؟ به عمرم اینطور راحت نخوابیده بودم، مثل لعنه. اما حب که کمی دلم شور میزن. تو داریم به قوم نزدیک میشی. دلم خواب برام یه زیارت بکنم برگردم. نمیشه، قطار 3 دقیقه بیشتر توقف نمی کنه. نمیشه چند شب نگه داره من برم زیارت رو برگردم؟ چی؟ اینجا بشین، ما میریم پایین یه کمی خوردنی بخریم و بیاییم. یخ تو رو چه میبری؟ میخواییم یه کمی یخ بریدیم توش. یخ بریدیم توش؟ خب بریدیم. فهمو تو تنهایی؟ نخه دو تا دیگه هم هستن. کجا رفتن؟ یخ دونشون بردن یخ بزن توشو بیام. این بخچه مال جنابالیه؟ جنابالی اینجا نداریم، مال خودمه، پیشکش. اون دو نفر چه جور آدمی هستن؟ اگه تمام دنیا رو بگردی لنگشون از خوبی پیدا نمیکنی. نجیب و با پدر مادر. اون دو تا نجیب و با پدر مادر، یکیشون سرش لخت لخت نی؟ چرا درسته، گونو کچل باشی. چمدونم داشتن؟ نخه یخ دون داشتن. اون هاشن، رفتن پشت ایت کنید. نکنه قطار را بیفته ما جا به ما. محمود پولیش، بیداش از اینجا فرار کن. بجو. یالو را من میخوام برم تهرون. خب اینجا تهرونه دیگه، بلند شو پیاده شو. سلام علیکم، شما تازه اومدی؟ من باید مرخص بشم، بفرمایید بشینید. خیلی قشنگ چسب میزنید. قشنگه از خودتونه، مشرف فرمودید. خیلی خوش اومدید، خونه خودتونه، بفرمایید بشینید. بخششو بذار پایین. من حماله به کس نمیدم و من خودم یه پا حمالو. بازش کن. بفرمید خواهش میکنم. چشم.
نیستی گفتم دوست بود، حالا باور کردی؟ بله بفرمایید. خاطرتون جمع باشه، من هیچی نه این دوست بیردیم. تو این آقا و خانومو میشناختی؟ آره، اما من چیز نه این دوست. اصلا نمیشه این دوست. ببخشید من مأمور شهربانی هستم، خواهش میکنم با من تشریف بیارید. برای چی؟ ما تازه از ماه عسل برگشتیم. شهربانی هم اصلاش خوبه. بفرمایید. آخه بی خودی دنبال چی میگردی بخشه منو با هم میزنی؟ حتما مفتش اینو دنبال سریک قاچاق بگردی. پدر بیامرزا ما چه دیگه سالها سریک زی میکاریم. خدا رحمت کنه هرچه سریک و سریکی بر پدر همه شون لعنت. اینا رو چطور؟ خدا لعنتشون کنه. نفهمید این چیزای نمک تو بخشه من چی کار میکنه؟ حتما برای فروش بردی ها؟ من چه نمک فروش نیستم. دسته منو چه چرف بکنی؟ میترسم گم بشی جونم. خودت گم بشی. من همه جا رو بلدم، صغیر که نیستم. درست، تو صغیر نیستی، بزرگی، خیلی هم فهمیدی. ولی اگه نگی مواد مخدر مالکیه، به طور مسلم چند سال توی زندون میمونی. من چه میدونم این مخدر مال کدوم خدا نشناسیه؟ خودتو به کوچه علی چپ نزن. علی چپ کدوم؟ لا اله الا الله. من سفرعلیم، اومدم تهران برای عروسی خواهرم خط و خوب بگرم. به ارواح مادرم روحم از این حقوق بازی ها خبر نداره. بینم تو کوپه اونا چی کار میکردی؟ من اول درجه سه سوار بودم، جام تایم بود، یه همسفری بد اونقم داشتم، همش غرغر میکرد. این دوتا که همسایه بالا دستی من بودن، دلشون به حالم سوخت، منو دعوت کردن، با عزت و احترام بردن تو اتاق خودشون. این موقع خروسا هم دونه 15 تومن ازم خریدن، 25 تومنم بهم اضافه دادن. جا تو خاله شیرینی و میوه‌ام تعارف کردم خوردم. بعدش ما نباشن آدم های خوبی بودن. خب از اتاق اونا خارجم شدی؟ چرا آقا، دو مرتبه. یه مرتبه برای قضای حاجت رفتم بیرون، یه مرتبه هم خروسون فرار کرد، رفت تو اتاق اون زن و شوهر، پرید اون بالا. رفتم گرفتمش، اومدم بیام پایین که دیدم اون زن و شوهر. من چیز نهیدم، من چیز نهیدم. بله اون آقا خانو بیارین اینجا. اطاعت میشه قربان. ترس و خجالت رو بذار کنار، هر چی میدونی بگو. والا خدا رو خوشش نمیاد، من چیز از این زنشوهر نیدم. تازه اگرم دیده باشم به کسی نمیگم. اجازه هست؟ بیان تو. بفرمایید. چه مصیبتی گیر کردم آقای شهربانی. والا خوب نیست از این زنشوهر به شما چیزی بگم. چرا نمیگی؟ بگو هر چی میدونی. من آدم ناجوامردی نیستم، اگه بند از بندم جدا کنه سر کسی رو فاش نمی کنم. آقای رئیس این داره دروغ میگه، هیچی از ما نمیدونه. چطور چیز نمیدونم؟ من با چشمای خودم دیدم که هیچی. بابا ما خارج بشید. آخه جناب رئیس چه این مردی حرفای دروغی بر علیه ما بگه؟ برها خواهش میکنم بفرمایید. خیلی خوب، الان هر چی دیدم میگم و پوست از سرت میکنم. حالا حرف بزن. آقا رئیس قسم میخوری که جز شما و من هیچ کسی دیگه نفهمه؟ مطمئن باش. آقا رئیس وقتی خروسمو گرفتم و خواستم بیام پایین، این زن و شوهر اومدن تو اتاق و در رو بستن. جون ما این قضیه رو نهیده بگیر. بیا نه برو برو برو. باد آباد، هر طور بخواد بشه. بگو بیان بفرمایید. بفرمایید اینجا خواهش میکنه. من از شما خیلی معذرت دارم، سفرعلی همه چیز رو برای من گفت. شما هیچ گناهی نداری، گناهکار سادگی و قلب پاک این مرد دهاتی. شاید هم گناهکار اصلی ماه اصل شما باشه. گناهکار خروس که رفت اون بالا خواهیم شد. مهم نیست، به سلامت. و
فقط یادتون باشه اگه این دفعه خواستید با قطار مسافرت برید قبلن بالای چمدونا رو خوب بازرسی کنید. خدافظ. مرمتی. خیلی متشکرم. مرمتی. خدافظ. به سلامت. اما من چیز نیدامو. آقا خانم میتونن برن. آقای رئیس منم آزاد و میتونم برو. ظفر علی تو آزاد بودی. ما از همون لحظه اول میدونستیم تو بیگناهی. برای اینه که به کمک تو احتیاج داریم. احتیاج داریم. من قابل نیستم. اصلا آدم نیستم. نه ظفر علی. والا جون شما. گوش کن ظفر علی. ما فکر کردیم میتونیم به وسیله تو نه تنها اون دو نفر قاچاقچی رو بلکه تمام دار و دسته اونا رو دستگیر کنیم. انشالله. اما فداکاری بیشتری لازم. البته. فداکاری به خاطر هم نوعان خود. فداکاری به خاطر نسل آینده یعنی بچه های من خودت آخ اگه خدا به این بچه بده به خاطر وجود و شب و رجوع میکنم آف خب حالا بیا جلو نمک رو خوب تماشا کن نمک باشه صاف و شفافه اینا نمک نیست گرد کشنده یه که توسط عده جنایتکار بی وجدان به خاطر سوء استفاده و نابود کردن نسل جوان ما وارد کشور میشه و به وسیله و مال پست خودشون جوانای 17-18 ساله حتی دخترای ما رو که مادران آینده این مملکت هستن معتاد میکنن لا اله الا الله بر پدرشون لعنت چرا جلوش گیرید؟ خوشبختانه تا به حال دستگاه پلیس و ژاندارمری با تمام قدرت با این طبقه جنایتکار مبارزه کرده و روز به روز پرده از اعمال ننگینشون برداشته میشه آقای رئیس من برای عروسی خواهر اومدم تهران اما برای اینکه خدا نشناسا رو گرفتارشون کنم چند روز دیرتر میرم ده جهنم که عروسی خواهرم عقب بیفته اصلا تا آخر عمرش دختر بمونه متشکرم سفره امیدوارم در قبال خدمتی که تو برای ما انجام میدی عروسی خواهرت هم به خوبی برگزار بشه فقط باید خوب توجه کنی چی میگم آقای رئیس هر خدمه من بگو خودت بنداز تو چاه میندازو بگو از چاه بیا بالا میام بالا خلاصه برای گرفتاری اون دوتا خدا نشناس که آبروی منو بردن هر امر بکنه حاضرم اون دو نفر در همون محل زندانی شدن ولی من دستور دادم آزادشون کنم اگه گرفتیشون دیگه چرا آزادشون کردی برای اینکه بیان سراغ تو با کیسه هاشون از دست بگیرن با این همه زحمت ازشون گرفتیم حالا پسشون بدی ببخشینا مثل که عقل دو سر جاش نیست ناراحت نشو سفر کاره میکنیم که بتونیم سایر همکارانشون هم دستگیر بکنیم فهمیدم ای ناغلا پس گوش کن فردا قطار به تهران میرسه و تو باید جلوی ایستگاه منتظر اون دو نفر باشی داره یا نه سهراب و دوست داری باور کنی ازش متنفرم بیدارش کن تو برو
طلاق شدین؟ نه. هم. اما چی؟ اما امیدواری هست. ما بسته رو با موفقیت تو باغچه داتی جا دادیم. ولی بدبختانه اون داتیه رو گم کردیم. چرا گوش کردی؟ آخه مامورین ما رو تو ایستگاه بم دستگیر کردن و بردن تو پاسگاه. قطارم حرکت کرد و رفت. وقتی از آن بخار بیاد خیلی دلش میخواد تو رو ببینی. باشه الان میام. آره تو ببینی. منم خیلی دلم اون سرسر کچل رو توی کرد. حرف بزن و این میکشمت. من همه چیزو گفتم. چی؟ راست میگی؟ متشکرم که پیداش کردی. ولش کن، خیلی شانس آوردی و الا سرنوشت بدی در انتظارت بود. حالا میفرستمش. زود ماشین ورد و برو ایستگاه. حالا تلفن کردم الان میاد. خب سفر علی، خودتو بخچت سالم رسید. خودم سالم رسیدم اما بخچت نه. پس بخچت چی شد؟ هیچی، پاره شده بود، درزش گرفتم. حالا کجا منزل کرد؟ تو مسافرخونه. چی؟ مگه من مردم که تو بری تو مسافرخونه زندگی کنی؟ یکی دو روز که دیگه این حرفا رو نداره که. چه یه شب چه یه سال باید مهمون ما باشی. همین الان میریم مسافرخونه، بخچت رو ور میداری میای خونه ما. خجالت هم نداره. در خونه ما به روی همه باز. خدا از دروازه چمتون نکنه. بلنشو بریم. بیر پایین تو ماشین بشین. آها خب اون تو من جا نمیگیرم. اول بخچتو بذار تو. آه از سر برو. آها اینجا باشین و علت جون این دهاتی بدبخت به خطر میفته. آمدی این آقایون کارمندای من هستن. من هست سلامتم. سلامت باشین. ببخشین آقای سلامتی، این شرکت شما خاصیتش چیه؟ وارد کردن داروهایی که برای سلامتی مردم مفید باشه. آه پس مشتری های شما همه سلامت هست؟ بله همینطوره. خب الحمدلله. لابد اونجا هم دواخونه هست. همینطوره، کاملا درست. خدا عمرتون بده که اینقدر به فکر سلامتی مردم. این خانمم نامزد منه. تا یکی دو ماه دیگه هم با هم عروسی میکنیم. اسمش هم آتشه. انشالله. پس یه زمستون هم کرسی لازم نداره. چرا؟ برای اینکه همشیره خودش آتشه. میبینی آتش این دهاتی ها چقدر دادن؟ من خودم هم دهاتیم. معلومه. اما از کوچیکیم اومدم تهران. ولی پدرم صاحب دهات زیادیه. زیادیه رو دارن ازش اون میگیرن. معلومم نیست. چرا آقا، حتما میگیرن. اصلا ده زیادی خوب نیست، اقل سب میاره. راستی شما خسته هستین، دوش نمیگیرین؟ چه دوش بگیرو؟ منظور آقا این برین همون؟ نه من تازه همون بودم، همین سه ماه پیش بود. اینجا تهرونه، باید همیشه تمیز بود. لااقل هفته یه بار باید بری حمام. با نشو عزیزم، همه به سفر علی نشون بده. این لباسای بیریخت و کثیف هم برازنده ایشون نیست.
هر کدوم از لباسه مکنش میخوره بهش بده بپوشه. عجب مرد نازنینیه، درد و بلاد بخوره تو سر اون همسایه اوتول دودی. بفرمایید به بدین باقچه تو کجا میبرید؟ بزنم اینجا باشه. باشه تو کدوم خیابونه؟ خودو میرم. تو خیابون نیست، همینجا. تو خونه همون ساخته؟ عمومیه؟ نه خصوصیه بابا، فقط مال من آقا. بیا بیا. به حق چیزای نشنیده همون تو خونه بیسته. بیا. یا الله بفرمایید. اینم هم خدای همون به این قشنگی رو میدی. دو نفر این همون کوچولو رو میدی به بچه هاشون، اون وقت یه همون خرابه رو میدی به اهالی سه تا آبادی. آخه بیچاره ها قصدش لقوم پارسال سیل بردوش. چی رو بود؟ همون خرابه رو. آه حیوانکی ها. خب دیگه زود باش لخشو، لخشو برو زیره دوش. دیال لخشو چه شما به تمام بیرون، من خودم لخ میشم. بزا من لختت کنم. شما لختم کنی؟ برو بیرون، برو بیرون. بی حیا، مگه خودم دستم چلاقه؟ چه عیبی داره؟ من تو خواهر برادری؟ من چند خواهر تو هستم؟ چیز برادر تو هستم؟ برو بیرون، گناه داره. چرا گناه داره؟ اگه لخ می شدم بله ممکنه. ده همینون باقیه، بفهم و لخ بشی. اتفاقا چقدر دلم می خواست همون بگیرم. چی کار میکنی زنی به من شوخی کردم؟ لخ می شدم. اصلا من همون نمی خواهم. بدم اون رخته بیساب شدم. من مثل تو بی حیا هستم. من لختم. خب لخت تو رو خدا بده بپوشم. نمیدم. بده من همشیره بپوشم. نه نمیدم. همشیره بده من بپوشم. نمیدم. بده ده بده من میدم میدم خیلی خوب. اینا همش نمکه. بابا این دختره زنی شده چقدر چلک. بلون کن باز اومدی گم شو. برو دیگه بلون. آقا گفتن من بیام پشت تو کیسه بکشم. پشت من کیسه بکشی؟ بر پدرش لر که یه دقیقه به توی همون خواهد. این نمک مال خود راستشو بگو جنسا رو چیکار کردی و ایلا میکشمت. به خدا نمیدونم، ما بستا رو سالم گذاشتیم تو باغچه این دهاتیه، دیگه بعدشو نمیدونم. هرچی هست زیر سر همین دهاتی هست. یعنی میخوای بگی یه دهاتی ساده انقدر فهم و شعور داره که یه میلیون تومن جنسو؟ من اینا رو نمیپوشم. مگه رخته خودو چه عیبی داره؟ عجب بدبختی داره و از دست این ضعیفه. من رخته خودم میخوام. اینا رو در بیارم میذارم دور. کجای آقای سلامتی؟ چی شده؟ مگه شما دین و ایمونتون از دست دادی؟ چطور؟ آخه کجای دنیا رسمه که تموم مردونه دلده خوش زن باشه؟ اونم یه آتیش پاره. نخند زهر و مار. ای خنده غیرت رو ببین، اگه نومزد من بود شیچموشو پاره میکردم. حق با توه، پس تو دلده که مرد میخواست. بارکلا معلومه تو حق بود تو گاف بده. بارکلا خیر سلی. به به، اگه آقا اجازه بدن دروم مروم زمین شخ کنی. دیگه مشتمال لازم نداری؟ نه امروز دیگه بسته. آره بسته، هر چیزی هم اندازه داره. خب پس حالا میتونیم با هم کنار بیاییم. باشه کنار چه هیچی، وسط هم خواستی میام. سفر علی، راستش اینه که دوستان من که با تو هم سفر بودن چند تا کیسه دعوا داشتن که اگه پلیس میگرفت بر اونا بد میشد. این ناقله هم بدون اینکه متوجه بشی زرنگی کردن و کیسه های دعوا رو گذاشتن تو بخچه تو.
ای بدجنسای حرامزاده. یواشکی وقتی که تو رفتی حمام کیسه ها رو از بخچت در آوردن. همین حالا بیزلی شده کچل خواب. اما وقتی کیسه ها رو در آوردن دیدن دواها عوض شده و به جاش نمک گذاشتن. نمک گذاشتن؟ حتما سر تو این کار بوده. آن خیست علی؟ آره. دوا چی بوده؟ تلنجبین بوده؟ موسل بوده؟ نمک میوه بوده؟ آره نمک میوه بوده. اما حالا نمک خالی شده. کدوم بی انصافی میوهاشو خورده؟ خوردی. گوش کن، میگی دواها کجاست یا اینکه بقیه دندوناتم بریزم تو دهنت؟ مگه چیزش هم باقی مونده؟ آره مغز کلت. خب اونم درو بخور راحت بشی. به ارواح خاک پدرو، به مرگ این دوتا خرسلی بمیره، من نمیدونم دوای تو رو کی عوض کرده. اصلا اینا چه حق داشتن کیسه‌های دوا رو بذار تو بخچه من؟ من شکایت میکنم. بله راست میگه. چرا این بیچاره رو اذیتش میکنی؟ دواهاتون گم شدی جهنم. مگه این بلش کنی؟ شما یه غلطی کردین، حالا نمیفهمین باید چیکار کنی. عزیزم ما منظوری نداریم، اما میدونی قیمت این دوا چقدره؟ درک 10 میلیون باشه. این بیچاره چه تقصیری داره که میخواین زنده زنده تو گورش بکنی؟ نمیدونستم این دعاتیه یه وکیل مدافع مثل شما داره. پس بهتره یه فکر دیگه برای خودتون این آقا بکنی خانم. بیاین بریم به جهنم. خیال میکنی آش دهنسوزی هستی؟ همشیره نمیخواد به خاطر من زندگی شیرینتونو تلخش کنه. حیوانی ببین چجوری صورتتو زخم کردم. صبر کن برم الان برات پنبه و ملکو کرم بیارم صورتتو پانسمان کن. اینا هیچی سرشون نمیشه جز پول، و خدا میدونه به خاطر همین پول لعنتی چه بلایی سرت بیاره. هیچ غلط نمیدونم بکنم. آخه سرمایه و هستیشون همون دواها بوده جهنم. و تا دواها رو پیدا نکنن و راحت نمیشن. من میدونم خدا هم میدونم. بیا جلو بیا بیا دندان تو دواها بیا. ببین چه جوری زدن تو دهنت بمیرم بسید. خدا نکنه همشیره. کسی اینجا نیست، شما از خودمونی. سفرلی هم آدمی که براش بمیری این کارو برای آقای سلامتی بکن. از وقتی تو رو اذیت کرده ازش بدم اومد. کشتن تو میشه زن من؟ استغفرالله. دلت نمیخواد؟ دلم غلط بکنه بخواد. مگه من چه عیبی دارم؟ شما عیبی نداری، عیب از خودت. چطور؟ آخه من زن دارم، گاو دارم، الاغ دارم، دیگه شما به دردم نمیخوری. خیلی بی سلیقه. گاو و الاغ برادم سخت نمیشه. تو میدونی قیمت اون کیسه‌های دوا چقدره؟ آه. 1 میلیون تومان. وای. با این پول بتونی چند تا ده بخری و تا آخر عمرت راحت و آسوده زندگی بکنی. هر چه ده بوده تقسیمش کردن. تازه هم برم ده بخرم. مگه مولا نصرالدینو؟ آه، چرا نمیخوای بفهمی؟ یه کار دیگه ای بکن. تجارت، خرید و فروش، معامله، تا کی میخوای سفرعلی باشی؟ راست سفرعلی هم توفه. هر کجا دل خواست با هم میریم. تا چه باید برای یه لقمه نون خالی اینقدر با این پول میریم؟ راستی با کدوم پول؟ شوخی نکن، حتی اگه خواستی باهات شریک میشه. شریک خوب میشه. چجوری؟ اگه من وقت خودت دراری 1 میلیون دوتاییمون بالا میکشم. عشقه خوبیه. اما زنم رو چکار کنم؟ طلاقش بده. ما دهاتی این عادتها رو نداریم. شهریان که زن بیچاره هر رو مثل پیران عوضش میکنن. بی سلیقه. سفرعلی من خوشگل تر از دهن تو نیستم. نه نه سفرعلی تو خوشگل و من نمره بیستم. این موی من قشنگ تر از موی زنت نیسته. نه 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 جسوی من بهتر به جسوی زنت نیسته. والا نه این موی من زیبا تر از موی زنت نیسته. نه لبهای من گرفتید که ترک و خوب و گوشید. صورت من نهدی کنه میبینی خیلی خوشگله. زبور داری سفرعلی. ول معطلی،
من که قشنگ و شهریم همش پیده با گل باشی پاشی قبول داری خواهر علی. خیلی خولی نکیان همه چی از بین رفته چه سال سمونه شده. من خیلی کوشش کردم اما نتونستم چیزی ازش بفهمم. پس بهتره ما دست به کار بشینیم. نه هنوز زود اذیتش کنیم. من یه راه دیگه ای پیدا کردم، شاید بتونم موفق بشم. آقا پدرتون با یه نفر که تشریف آورده. پدرم؟ کجا؟ جلال عجیب. سلام پدر. سلام پسر. حالا چطوره؟ خوبم پدر، خوشحالم که میبینم. راستی آقای رعوف بهت معرفی میکنم، تو قطار با هم آشنا شدیم. خیلی به من لطف کرد، حتی با ماشین خودشو منو تا اینجا آوردن. خیلی متشکرم، زحمت کشیدیم. برای من هیچ شماش، اونا هاش اونجا از همته دیوار به دیواریم. تازه یه ماهی که اومدم اینجا نشستم. خیلی خوشبختم. سارا، آقای رعوف به یک گلاس مشروب دعوت نمی کنی؟ او چرا؟ فقط یک. گوش کنیم پدر، بهتر نیست همینجا زیر آلاچیق بشینیم و مشروب بزنیم؟ هواشم خیلی بهتره. بله که واقعا بعدم نیست. متشکرم. بفرمایی خواهش میکنم. شیر علی؟ بله. برو سه تا گلاس ویسکی بیا تو آلاچیق. چمدون اپن بعدش ببر تو. چشم. خب بچه غذای سفر علی رو زود بیاری. لبا زیر زمینم داره؟ بله بله داره، ولی هیچ وقت ازش استفاده نمیشه. برعکس شما بعضی از زیر زمین های خونه شون هم تا بشونه استفاده میکنن هم زمشونه. متشکرم، مرسی. سال هاست که از ترس کبیدم مشروب رو ترک کرده بودم، ولی امروز به افتخار آشنایی با هم میخورم. به سلامتی. میدونی سهراب کن، پدر شما مرد شریفیه، اما امروز تو قطار متوجه شدم یک کمی فکرشون ناراحته. خب چه؟ لابد گرفتاریای اخلاقی نمیذاره حتی سال به سال بیایی پسرتو ببینی. بس دیگه، من الان در وضع بدی هستم. عوض این که اینجا وایسی به من کنایه بزنی، بهتر درد دلم برسی. چی شده پدر؟ نکنه باز دست گلی به آب دادی؟ اماش تقصیر اون مباشر احمق بونه، اون بود که کار تشویق کرد. آخه زنش خیلی خوشگل بود، اما من نمیخواستم این کار بشه. خب تا ته قضیه رو خوندم. پدر من تو رو از طفولیت میشناسم، اما از سالی که منو برای تحصیل به تهران فرستادی دیگه از کارات اطلاعی ندارم. خب حالا قضیه رو درست تعریف کن ببینم چی شده. اگه سفرعلی احمق به تهران نیامده بود هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. سفرعلی چیه؟ از رویای خودته؟ آره، اصلا عروسی نکرده بود. پدر تو این سفرعلی رو کاملا میشناسیش؟ آره، گفتم از رویای خودت. یه مرد گردن کلفتیه، هیچی هم نمیفهم، اما در عوض زن زیبایی داره، یه زنی که واقعا خوشگله. تمام بدبختی های من به خاطر وجاهت این زن شده. قیافه معصوم اندام عوض انگیزش چشمای من کور کرده که هیچی نمیدونم. لابد برای اینکه به مقصودت برسی زنی که یه بدبخت کشت. نه، برادر شوهرش اومد ازش حمایت کنه که هیچ شالیم نشد و به گلوله زدن. شما بالاخره اون زن منو لو میده. چه وقت این اتفاق افتاده؟ سه شب پیش، همون شبی که سفر علی با قطار به تهران اومد. چه اتفاقی پدر؟ موضوع خیلی داره مهم میشه. چطور؟ با من بیا. قضاش خوبه؟ البته اصلا از خوردن خوشم میاد، اما از رقصیدن و اون عدات رو مذرم میخوام. نمیدونستم. خیلی نداره، دفعه دیگه از این کارا نکن. اصلا زخم باید سنگین باشه. باید خود گردن کلوب دشه. پدر کجا میخوایی بری؟
یا جای من تو این خونه یا جای مردی که گردن کلو باید زودتر از اینجا بیرونش کنی. بیرونش کنه؟ یه میلیون تومن برای من ارزش داره. چی میگی؟ 50 تومن هم قیمتش نیست. برای من چرا؟ نمیفهمم. من کیه؟ کم کم میفهمی. اگه 100 میلیون تومن هم قیمت داشته باشه باید حرف پدرتو قبول کنی. اگه ارزش این بیشتر و پا بیشتر از منه. آره. و اگه حقیقتشو بخوای تو هیچ وقت پدر خوبی برای من نبودی. اولین دفعه که در حق من پدری میکنی. کاش از اول اینجور بودی. معذرت میخوام. دیگه از این حرفا گذشته. باید به فکر فرار باشی. اگه سفر علی بفهمه برادرشو کشتی بهت مهلت نمیده. اما آخه من به تو پناه آوردم. خودم شب و روز از ترس پلیس مثل سگ به سوراخ سنبه ها پناه میبرم. بعد پدر و پسری نیستی. تو یه قاتل، منم رئیس دزدا. قاچاقچیا. دزدا؟ قاچاقچیا؟ چرا اینطور شدی؟ من که پول، خونه، همه چیز در اختیارت گذاشتم. آخ حیف از اون همه زحمت که برای تو کشید. چه زحمتی تو برام کشیدی؟ زحمت و لله و کلفت و کشیدن. زحمت کشیدن. آیا به خاطر زن و بچه صبح تاشن مثل دهقانا تو برق آفتاب عرق ریختی و پول در آوردی؟ همون کسی هستی که همیشه تو خونه لمیده بودی از دستنج دیگران مثل بارون برات پول میبارید. و برای اینکه بعد از مرگ مادرم تنها باشی و به عشقای کثیفت برسی منو فرستادی تهران و پول زیادی هم بهم دادی. اما نمیدونستی که سرنوشته پسر 15 ساله بدون سرپرست تو محیط تهران بهتر از این نمیشه. آره پدر، خونه شیک و پول زیاد خوشبختی نمیاره. پدر خوبه که میتونه فرزندشو خوشبخت کنه. آه تو خیابون که با من میای باید شیک باشی. ولی خود صبر کن تا منم برم لباسمو عوض کنم و بیام. کلامو دیگه نمیذارم برداری. خوبه تا کسی فرار کنم. یه کمی حالشون بد شده اومدم معالجه. آخه ارباب دیوونه شده؟ چه جوونی؟ نه سفر علی، دیوونه نشده. مگه نمیدونی؟ ارباب پدر منه. ارباب پدر شما؟ به پسر به این نازنینی داشتی به مورنه بگفتی؟ بله خود من که قربون نیستم. رعیت شما. درسته خود بازی رو بریم عزیز. من مرد ایدئال خودم رو پیدا کردم. من مرد بی‌حالیستم. کجا تشریف می‌برین؟ میخوام برم تمام تهرون رو به سفر علی جونم نشون بدم. به شما مربوط نیست. تا چش بود گوش لایق تو همین دهاتی ماتیان. لایق تو هم همین پدر مدر ناخوشته. اعتنا نکن. لایق تو همین کچل مچلا. معلوم نیست. شاید یک شب بر نگشتم. آره کار مزاحم شدیم. خونه سفرعلی همینجاست. بله چی کار دارید؟ ما با لیلا خانم زن سفرعلی کار داریم. بله خودم هستم. چه فرمایشی دارید؟ این خواهر من. این دوتا صدیقه و شمسی خواهرای سفرعلی هست. این هم بابای سفرعلی هست. سلام علیکم. بفرمایید بفرمایید. ماشاءالله خدا زیادت میکنه. خدا حفظشون کنه. سلامت باشید. حالا بگی چی شده؟ چیزی نیست. ناراحت نباشین. آخه تو رو خدا چی شده؟ شما رو به خدا راستشو بگی. به سر سفرعلی کی اومده؟ راستش اینه که ماشین تنش زده. یه خورده سر صورتش زخمی شده. وای خدایا.
به ما التماس کرد که بیایم به شما خبر بدیم. حالا کجا؟ مریض خونه خوابیده. اومدیم اگه دلتون خواست شما رو ببریم پیشه. آره همین الان میام، همین الان میام. خواهر تنها که نمیتونی بری. راست میگه لیلا که نمیتونه تنها بره. دوش نزنی، خودم باهاش میام. آره بابا باهاش برم. هیچ کدومتون هم که نه، ما مثل برادر ازش مواظبت میکنیم. درسته، اما منو میام که مثل پدر ازش مواظبت کنم. بفرماش که منو بیام. لیلا این چی آوردی؟ هیچی، یه خوردن اون خالی. بابا زودتر از سلامتی سفرعلی به ما خبر بده. انشاءالله سالم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. بفرمایید سوارش. برو برو. آره اونم چه مریض خونه خوبی. خداوندا به پسر اون را بفرمایید. خدا آی بابا صبر کن، فقط زنش میتونه بره تو، برای مردا قلقنه. مگه اینجا زایشگاهی که واسه مردا قلقنه؟ من نمیذارم لیلا تنها بره، منم باید باش بره. بفرمایید از این طرف. آی دکتر، این خانم اومده مریضشو ببینه. سلام. سلام، مانعی نداره خانم دکتر، لطفاً راهنماییشون کنید. بفرمایید. عزیزم چرا اینطوری شدی؟ مگه لیلت مرده بود که تو زیر ماشین رفتی؟ آقای دکتر هستم چرا بزنم؟ الان جلو پای شما خانم دکتر چند تا آمپول به ایش دادم. درسته خانم؟ بله. میخوای باش حرف بزنی؟ بله آقای دکتر. تو رو خدا نداری شوهرم بمیره. ناراحت نباشی، الان کاری میکنم که حرف بزنی. نامردا درمنو میبندی؟ لیلا تو چرا اومدی اینجا؟ خدا اون بهشون بده، اینا اومدن ده به من گفتن تو رفتی زیر ماشین. من زیر ماشین رفتم؟ اینجا بابای دروغگو. چرا تنها اومدی؟ تنها نیستم، با بابات اومدم. بیرون وایسادم. آقای دکتر به گروه پدرش خندید. این چه دکتر نیست؟ وای سفر علی خجالت بکش، خوب نیست به آقای دکتر فوش بدی. باز میگه دکتر، این مرده شوره. خانم شوهرتون تبش خیلی شدیده، داره هزیون میگه. هزیون که از داماده دیگه. لیلا من تب ندارم، قدیفه رو بردار سباشا، من رو به چهارمیخ چشیدم. بعد رو ببین دیگه. ببینید چه بلایی سرم آوردن. چرا شوهرمو به تخت بستی؟ آخه از وقتی با ماشین تصادف کرده دیوونه شده، ممکنه فرار کنه. دیوونه پدرت شده. لیلا جون باور کنی خدا نشناسا منو به زور به تخت بستن، میخوام بکشنو. آخه چرا؟ مگه چی کار کردی؟ ازش چی میخوای؟ نداری بابا! بابا! از داد و فریاد نتیجه ای نمیگیری. سفر علی به ما بد کرد. آقا چی کار کردم؟ تو رو خدا بگی چی کار کردم؟ خانم جون الهی قربون قد بالات برم، شما رو به جون بچه‌هاتون واسطه بشین، شوهرمو آزادش کنم. بذارین دستتون رو ببوسم. شوهرتون بگین حقیقت رو بگین و الا بشه فرعلی. تو رو خدا هرچی مدنی ببو، خودتو منو راحت کن. هر چهار پنجتاشون بمیرن اگه من چیزی بدونم. من از خاطر من بگو. به مرگی یکی نمیدونم، حرف مرد یکیه. به جون تو و به جون تنها برادرم حسین علی من هیچ چیز نمیگم. برادرم؟ چی شده؟ برادرم طوری شده؟ چرا پیرانه سیاه پوشیدی؟ حرف بزن، برادرم طوری شده؟
آره برادرت میخواست منو با بیل بکشه که مباشر من پیش دستی کرده اونو کشت. دروغ میگه، خود نوجوان مردش کشتش. الان اون جاندارما در به در دنبالش میدرده. این خدا نشناس نصف شب با مباشرش اومد و خونه من. اگه حسین علی دیر نسیده بود اونو کش نیومده بود و خودو با این دستم خفش میکردم. ناجبون من چطور دارت اومده رو بسته دیگه داریم کم کم از موضوع پرت میشیم. سفر علی، حساب من و پدرم جداست. تو بعدنم میتونی باش کنار بیایی. من مخصوصا زنتو آوردم اینجا که تو سر غیرت بیایی و بگی دوایی من کجاست. برادرمو کشتین، زنمو گولش زدین، آوردین اینجا، تازه دواها رو میخوایی؟ باشه سر فرمان. خب مثل این که به زنت علاقه ای نداری، چطور یه امکانی بکنی؟ حرکت دیگه تمام پیرن از تن زنت بیرون میاد. سفر علی سب کن، بیا تبت بگو. بگو. نباید کس بفهمه. گوشت بیار جلو. این برای این بود که دیگه دست به زنم نگذاره. حالا اگه بگم دوا کجاست، قول میدی هر دومون آزاد کنی؟ حتی حاضرم 10,000 تا هم بهت انعام بدم. انعامو تو مغزو بخوره، من حروم خور نیستم. آدرسش رو بنویس. بگو. میدون شاه، گاراژ متحده، قهوه خونه حسین. بگو حسین قهوه چی رو میخوام. دواها پیش اونه. اطمینان داری که کیسه ها سالمه؟ آره، اگه اول میدونستم چیه یه مثقالشون بهت نمیدادم. حسین قهوه چی چطور؟ اون بدبختم به خیالش نمک میوهد، ازم گرفت و جاش نمک گذاشت. با چه نشونی ازش بگیرم؟ به حسین قهوه چی بگو سفرعلی گفت به همون نشونی که بنا بود همشیرت رو به عقد برادرم در بیاری، اما بعدش دبه در آوردی، کیسه های نمک میوه رو بده. یه 20 تومان انعامش بده. بابا منم به این گوشتم. آره. حسین کافه چی تو هستی؟ بله سامنه ای کن، چه فرمایشی داری؟ سفرعلی گفت به اون نشونی که بنا بود همشیرت و بعد برادر من در بیاری، اما بعدش دب به در بردی، دواها رو بده. دواها رو؟ آره دیگه، جنسا رو میگه. ها فهمیدم، جنسا تو اون صندوقه، بریم برش داری. جنسم چطوره؟ آف پس پاس بلور بلور سینت پنیر پاپتی بر جلمنه میرت به میره گلوم یار گلوم آی گل عزیز دلوم آخ نترم بنجت کنم نخودیایی بی وفایی پیتونو سیچه نیایی گلوم یار گلوم آی گل عزیز دلوم. خدایا از دروغی چه گفتم منو ببخش. خودت میدونی اولین باره که مجبور شدم به درگاه دروغ بگم. آخه اگه نمیگفتم ناموسم در خطر. بهش دروغ گفتی؟ آره، این آدرسی که بهشون دادم میدونشاه تهران نیست، مال میدونشاه اصفهان بود. چرا دروغ گفتی؟ ممکنه بلایی به سرمون بیاره. باید به فکر بچه‌مون باشی. بچه‌مون؟ خدا که با ما قهره، بچه به اون نمیده.
دو ماه آشتی کردم. خجالت میکشتم بهت بگم. لیلا جان راست میگی؟ آره سفرعلی. خدا شکر رو حاجتم برآورده شد. سالها بود که از خدا بچه میخواستم. قربون خدا برم، قربون تو هم برم. لیلا جان بذار ماچت کنم. بیا جلو. نمیشه. چرا میشه؟ نمیشه. چرا میشه؟ نمیشه. چرا میشه؟ بیا جلو. قربون تو برم. خاطر بچه همون هرچی میدونم بگم، اما بذارم بچه های مردم بمیرن و نابوشن. آخه لیلا جان اونا هم گناه دارن، اونا هم پدر مادر دارن، اونا هم مثل بچه من و تو عزیزن. چی میگی؟ این موضوع به بچه های مردم چه مربوطه؟ اصلا چه ربطی به تو داره؟ چرا به من مربوطه؟ آخه چجوری بگم؟ خدایا وجدانم اجازه نمیده، نمیتونم حرف بزنم. این دهانم قفل، زبونم باستاست. اگه بگم دشمن تمام بچه های عزیز مردم هستم، اگه بگم غیر از اینکه به بچه های مردم ظلم کردم به بچه خودم هم ظلم کردم، اگه بگم بیشرفترین آدم های روی زمینم، من نمیتونم بگم. بذار منو بکش و راحت بشم. نمیتونم بگم، نمیتونم بگم، نمیتونم. بیکش، چرا گریه میکنی؟ چیزه؟ سفر علی چیزه؟ من تمام حرفای تو و زن تو از پشت در شنیدم. دیگه نتونستم طاقت کنم. شما آزادید. زود باشین فرار کنید. تعجب نکنید، منم مثل شما یه سال هاست که با اینا همکاری میکنم. همشه تو جنس و کلکه. میترسم این نشقت هم کلک باشه. یا که تو هموم من وجدانن تصمیم گرفتم به شما کمک کنم تا هر چه زودتر فرار کنید، اما از در خونه نمیتونید. بعد از دیوار برید خونه همسایه ها. آخه در خونه رو همیشه قفل میکنن، کلیدش هم حتی به من نمیدن. دیلا زود باشید، زود باش فرار کنید. پس اجازه بدیم من برم یه خود حسابی با این ارباب دارم. اونجا رو نگاه کنید. روشن کن. دهاتی بچه دیدی چه کلایی ترمون گذاشت؟ حالا معلوم شد که پلیس قدم به قدم محاسب ما بوده. حتما دهاتی مامور شهربانی بوده. اونم از اون مامورای زبرجست. را بیا فرین. بگی دست منو مواظب باش. حواس اون جمع. ای بای خدا جونو به پنه ای افتی. نه ترس قرب رو درو. یالا واجیک پایین. یالا یالا تا نایمدم بزمان دست نه برو من نیفتم تو برو من ایوان فکر نکنید با اله آتیش میکنم. تو رو خدا آتشش نکن، ما دوز نیستیم، ما به شما پناه آوردیم. همسایه هاتون میخوان من رو بکشن. آره چطور میتونم باور کنم؟ شایدم راست. فعلا برید تو اجاب. چشم هلا بیفت جلو بجم. خیلی بیرون لولش بگی اون بر. الو جناب شرک خودتو برای مرگ آماده کن. چی این کاری کرده؟ دهاتی کجا رفت؟ عزیزم منم اینجا. خیلی عجیبه، کی اونا رو نجات داده؟ نمیدونم کدوم بدجنسی اونا رو نجاتشون داده. منم نمیدونم. یه دفعه دیدم سفرعلی مثل عجل معلق پرید رو سر کله منو، میخواست منو بکشی که لیلا زنش نداشت. اما بی انصاف تمام سیبیلای منو دونه دونه کرد. راست میگه عزیزم، وقتی دهاتیه ول شد اول میخواست منم بخوره، اما لیلا زن نداشت. بعد منو به زور بستم به این صندلی. بیارده حالا کجا رفتن؟ در خونه که قفل بود. لابد سردن خونه همسایه ها. تو همه جا رو بگرد، شما با من بیایید. آهای بی انصافا کجا میرید؟ منم باز کنید.
رفتن توی خونه. اینا کی هم دارن از دیوار میان؟ خودش تا اومدن پلیس با همین دلور سرگرمش میکنه. آره دلور. سلام، خیلی خوش آمدید. بفرمایید. سفره پهنه. بفهم و میل کنین هرچی بخواید. دیگه چی؟ گوله دا، زهر و ما، هرچی بخواید حاضره. شنیدیم؟ یک کامیون پلیس هم هست. فرار کنید. مگه من میدونم فرار کنم. های وایزی آقا سلامتی فرا کرد تو اون حیات. یا الله بریم میگیرونش تا فرا کنیم. میکنی شوفر کپانی؟ مگه مجبوری سر پیش اینقدر دون بیای؟ وای خدا، ماشین نازنینمون ببین به چه روزی افتاد. فردا بیا خونم، خسارتشو بهت میدم. چرا حالا نمیدی؟ وقتشو ندارم. خونت کجا؟ خونه هات. مگه میذارم فرار کنی؟ یالا بیا پایین، خسارت ماشینو بده. یالا اگه تیک به خیالم از من ترسیده. جناب سر ملاحظه کنین، من دست راست خودم هستم. این آقا سر پیش همچین با سرعت اومد که فرمون از دستش در رفت و یه دور دور خودش چرخید. منم با سر رفتم تو درم. خیلی متشکرم که زود رسیدید. منم از شما متشکرم. چرا؟ برای این آقا رو دستگیر کردیم. پس خواهش میکنم خسارت ماشین منو همین الان ازش بگید. من افسر شهربانی ام و خسارت ماشین شما به من مربوط نیست. یا خسارت ماشین منو همین الان ازش بگیرین یا ولش کنین فرار کنه، بعد خودتون برین بگیرینش. الان یه قول دو سر از تو میارم بیرون. بیا گردن کلو بالا. بیا بالا. نه جلو، خودم الان میارمش. بیا بالا، بیا بالا خرس علی، بیا بالا. اینه هاش، ببین خدا چه دونه برای خلق کرده. آخ 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 بیا یه ترکی بله وز رو چقدر. بیا آقا بیا جلو کمک کن. آخ 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 این چیه؟ این خرس علی کارش مشت و مال دادنه. گمونم دلا که همون باشه. چه او ارباب، خدا رحمتت نکنه، کاش تو گورت آتیش بگیره. این دیگه کیه؟ اینم همون اربابه که براتون تعریفش کردم. برادرم همین بی انصاف کشته. از رو تخت بازش کنید. این شکم نیم داره بترکی بهتره که لای بشکه. آقای رئیس، گرش کور شده، نمیشه همینجوری با تخت به دارش بزنی؟ بذارم بذارم پدرم. پدرم کجا بودی؟ انداخته بودنش تو انباری. کی تو رو زده؟
شو. چچا باز چوب دستی زد تو سرم، دیگه نفهمیدم. پسرم اگه غیرت داری تقاص منو ازش بگیر. بی همه چیز پیرمرد 60 ساله رو میزنی؟ آقای رئیس شنیدی پدرم چی گفت؟ گفت اگه غیرت داری؟ آره شنیدم، بهت قول میدم که مجازاتش کنیم. آقای رئیس تو ما دهاتی ها رخت بچه جواب زور رو باید با زور بدید. ولی قانون چنین اجازه رو به تو نمیده. شما یه کار از من خواست قبول کردم، منم یه خواهش از شما دارم. دستای نامرد رو باز کن، یه چوبم بده دستش. به اندازه خونی که از پدرم ریخته شده باید از خون نجس این نامردم ریخته بشه. گفتم این برخلاف قانون. درسته، اما امر پدرم واجبتر از قانونه. اگه اجازه ندی اون وقت دو تا خون ریخته میشه، یکی پدرم یکی هم خودم. چوب از دستش بگیری. اگه جلو بیای ماخ خودم رو داغون میکنم. جناب زرنگ کارش به جنون کشیده، بهش اجازه بدید. البته اگه کار به جای باری کشید جلوشو میگیری. اینو باز کنید با اون دو نفر ببرید پیش از ماشین، یکی رو آزاد بذارید یه چوب هم بدید دستش. بیا. میشه تا نگیرم بلکن نیستم. اون چچل خواه آقای سلامتی چی شده؟ سلام عرض میکنم جناب سرهنگ، خوشحالم که باز میبینم اتون. خیلی متشکرم. یه دقیقه اجازه فرمایید. جناب سرهنگ. آقا سلام علیکم، منو میشناسی؟ درست یادم نیست. من همونم که تو هتل دودی هر چیز دوم هیچی نگفتم. آره درسته، چرا اینطوری شدی؟ برای که بازم هر چیز دوم هیچی نگفتم. خب آقا ما همه چیز رو فهمیدیم، حق با شماست. البته واجبه که من از شما تشکر کنم، چون تصادف ماشین شما باعث شد که پلیس موفق بشه یه تبهکار بزرگ رو دستگیر بکنه. تبهکار بزرگ ما رو گرفتم. من اصلا خسارت نمیخوام. ببریدشون. ببخشید. اون همشیر بیچاره بود. خانم شما بایستید. به خاطر کمکی که به سفرعلی کردید مسلماً در دادگاه بخشیده میشید. متشکرم. خب آقای رئیس، مگه نگفتی مامورین ما قدم به قدم دنبال تو هستن؟ اگه اون همشه ما رو نجات نداد و الان که اینجوری قول بدی؟ من بدقولی نکردم سفرعلی. اون ضبط صوت بیارید. چی رو بیارید؟ بذاریدش همینجا، لطفا روشنش کن. حالا میفهمی که ما همه جا مواظب به شما بودیم. خوب گوش کن ببینی صدا رو میشنسی. نامردا دهن منو میبندی؟ لیلا تو چرا اومدی اینجا؟ خدا عمرشون بده، اینا اومدن ده به من گفتن تو رفتی زیر ماشین. من رفتم اینجا بابای دروگو. چرا تنها اومدی؟ چجوری ما دو تایی تو رفته بودی؟ ده و مار شما نرفته بودید، صداتون را بالا برای اینکه بفهمی چجوری. من از آقای رؤوف مأمور زبردست خودمون تقاضا میکنم جریان برامون تعریف کنم. خیلی زحمت کشیدم تا این نوار رو ضبط کردم. از همون لحظه ای که سوار قطار شدین مواظب به شما بودم. اول اون خونه ای رو که از دیوارش اومدید پایین به خاطر شما اجاره کردم.
و تونستم با کمک دخترم چند تا از این میکروفونا رو تو زیر زمین و سولاخ سنبه های این خونه کار بذارم تا صداهای شما و همچنین رفتار وحشیانه ساکنین این خونه رو ضبط و به چهتبانی گزارش بدم. ای پیر مرد ناغلا مرد. وقتی که متوجه شدم خانم آتش دلشون به حالتون سوخت و شما رو نجات داد خوشحال شدم، تفنگ دلول رو برداشتم و اومدم به استقبالتون. درسته؟ درسته ای ناغلا. پس وقتی همیشه دستای منو لیلا رو باز میشم شما این تو میدیدی؟ خیلی چیزای دیگرم دیدم و شنیدم. گوش کنیم. بزم من لختت کنم. شما لختم کنیم. آقا گفتن من بیام پشت تو کیسه بگیم. پدر بیامردی چه تو هموم اومدی؟ لیلا جون تو من تقصیر نداشتم. اون ضعفه بی حیا به زور بخواست پشت من کیسه بکشه. تو چه منو میشناسی؟ تو ده اعتراف دختر چت خداشم نمی کنم. پیر مرد ناغلا بیکار بودی صدا خونه رو خوشش کردی. زهر و مار هرچی دو می گم قربونه برم بی خود قهر می کنی. لیلا جون بس دیگه، همه اون می خندن. لیلا خانم شوهر شما واقعا نمونه. بله ولا وسوسه های شیطانی اون زن میتونست از راه بدرش کنه. کاش همه مردا مثل سفرعلی پاک و منزه بودن. خب دست زنتو بگیر سوار ماشین من بشه و برده. پول ندارم. چرایش چقدر میشه؟ این ماشین مجانیه، تا هر کجا که خواستی در اختیار توه. دست شما درد نکنه. با برو سوار شو. من میرم باکشم بیارم. خدا حافظ شما. خدا حافظ همه گی شما. خدا حافظ سفرعلی. خدا حافظ. خدا حافظ. من چیز نیدم. بریم لجون. سفرعلی تو اومدی ترون برای خواهر رو جهاز بخری، چطور شد؟ کوفتون براش نمیخرم. تمام بلاها به خاطر اون ذلیل شده به سر اومد. سفرعلی واقعا فداکاری کرد. البته من پاداش خوبی بشم. بیا تماشا کنید. اینو بزنید بالا. اینم یه جهیزیه کامل. البته خود سفرعلی هنوز نمیتونه و رسیده خیلی خوشحال میشه.